سلام و شب همگی بخیر. خیلی لطف کردید حضور امشب. امشب در خدمت خانم مانیا صادی‌نژاد هستیم و من یه مختصر در مورد ایشون یه توضیح کوچیکی برای بعدی‌ها پاشیدا بدم خدمتتون عرض می‌کنم. ایشون هنرمند و محقق هستن از ایران، از سال 2004 در مونترال هستن و مستر ام ای دارن در رشته در زبان فرهنگ و زبان فارسی و الان دقیقاً ایشون اسوسییت هستن در دانشگاه کنکوردیا و یه مدت دوستانی هم در دانشگاه سوربن دانشجوی پی اچ دی بودن. بعد و ایشون علاقه من نقاش هستن و کار نقاشی انجام میدن و نمایشگاه‌های زیادی برگزار کردن از آثار هنری خودشون و علاقمندیشون به هنر در نقاشی معاصر و همینطوری نقاشیش. سلام، خیلی ممنون که در واقع شبیه خود رو به موضوع آنهیتا اختصاص دادیم. من امروز راجع به صدای من به همین رسه من امشب میخوام راجع به آنهیتا صحبت کنم که یک ایزدگانی ایرانی ایزدگانی آبها و میتانه ها و و نام کاملش هست اردوی سورا آناهیتا. اردوی یعنی نمناکی و حاصل چیزی، در ضمن نامه رود اسفلی هم هست. سورا یعنی نیرومند و آناهیتا یعنی بی ای و خواه که مرور این نام خوب تحمیل میده و فقط آناهیتا باقی میده. این ایزدبانو یه همتاهایی داره، مثلا سرسوتی توی آیین بدایی هندوها شبیه بهشه با یه مقدار تفاوت‌هایی. آفرودیت شباهت داره بهش. ایشتر، نانای در واقع از الهه های سومر قدیم، ایشتر که مال بابل بوده و امثال هم. اما قدمت اعتقاد به یک الهه، به یک در واقع ایزدگانی زن خیلی قدیمی تره و دلیل محبوبیت خیلی زیاد آناهیتا هم همینه، چون برمیگرده به منطقه و برمیگرده به زمانی که بشر تقریبا اولیه به یک الهه باروری که براش نمادی بوده از برکت بخشی و حیات و زندگی اعتقاد داشته و یه پیکرک های گلی می ساخته که مشابهاتش رو میدیم. در همه جای دنیا تقریبا این پیکرک ها پیدا شده، به اصطلاح بهش گفته می شده ونوس توی باستان شناسی. در ایران هم و در واقع در منطقه در آسیای صغیر، در آسیای غربی، در منطقه بین النهرین و ایران، در ایران در بسن شوش، تورانی تپه گرگان و تپه سراب کرموشا از این پیکرک ها در واقع پیدا شدن. اینها خیلی بزرگ نیستن، سایز کوچیک دارن و همونطور که میبینیم خیلی روی بخش زنانه وجودشون، در واقع جنسیتشون خیلی غلوف شده. دلیلش هم اینه که اینها تأکیدی بودند روی همونطور که بهتون گفتم برکت، زندگی، زایندگی و حاصلخیزی و همه یه چیزهایی به این موضوع مربوطه که برای بشر تو اون دوره فوق‌العاده حیاتی بوده. پرستش این الهه ها به شکل همین ساختن کندیس ها یا بت های کوچیک صورت می گرفته و در سرتاسر این تمدن رایج بوده و خیلی نقش قوی داشته، یعنی الهه زن اصلا فوق‌العاده ضروری بوده. این موضوع به نظر من حتی ادامه پیدا می کنه در زمانی که اولین دین ها به وجود میاد و من فکر میکنم حتی ردش رو تا دین‌های امروزی هم میتونیم پیدا کنیم. یعنی همیشه یک موجود مقدس زنانه خیلی محبوب‌تره برای حاجت خواستن و درخواست کمک کردن. برگردیم به آناهیتا، آناهیتا یکی از ویژگی‌هاش همینه. از جمله چیزهای دیگه هم که راجع به این پیکره‌ها وجود داره اینه که اینها برهنن، همچنین که ببینید ونوس و بسته جایی که کشف شدن اسم اون منطقه رو دارن و به شوخی یا به اصطلاح بهشون میگن بنوس. این پیکرها همه برهمن و در زمانی که در زمان بعدی این الهه ها و خداها صاحب نام و ویژگی و خیشکاری میشن، بعضی وقتا باز برهنه تصویر میشن اگرچه قراره که لباس داشته باشن. این باز یادگاری از همون موقع است که
بعد از این هم برکنیم. این الان یه تصویر از آناهیتا است در نیزت دوره ساسانی. همجور که میبینین تقریبا نه کاملا برهنه ولی یک مقدار نیم برهنه است. در حال که آناهیتا تقریبا توصیفاتی که ازش وجود داره کاملا لباس پوشیده است. آناهیتا در کتاب اوستا توصیف شده. اوستا که کتاب دینی زرتشتی است دو بخشه. که اوستای قدیمه، که گاهانه، که سخن خود زرتشته. و یکی اوستای در واقع بعدی یا متأخره که یه مقدار تفاوت‌هایی داره. حتی زبانش هم با اون اوستای قدیم فرق می‌کنه. آناهیتا در اوستای گاهان وجود نداره. چون که زرتشت یک تاپرست بود و ایزدانی رو که ایرانی ها بهش اعتقاد داشتن یه تعدادی هم بودن زرتشت ترجیحاً نفی میکرد و یه تعدادی شو که حفظ کرد به شکل خیلی گنگه و به شکل صفات و تجلیهای خداست که اورامزداست ولی باور به این ایزدان خیلی قوی بود نتیجتاً در دوران بعد اینها همه برمیگردن به جامعه برمیگردن به دین زرتشتی و نتیجتاً توی اوستا وجود داره ما توی اوستا یشت‌ها رو داریم که در ستایش این ایزدانه از بهرام، از سروش، از میترا یا مهر، از مرداد، خرداد و از جمله از آناهیتا که آبان یشت، یشتیه که اختصاص داره به در واقع در ستایش این ایزده، ایزد بانوه و خیلی مفصل و طولانیه، در واقع طولانی ترین یشته و توی خردبیستا هم از پنج نیایش زرتشتی ها یکی از نیایش هایی که انجام میدن الان آبان نیایشه که در مورد این اله هست سوالی که خیلی مطرح راجع به آناهیتا اینه که این ایزد چقدر ایرانیه؟ خیلی سوال میشه اصلا ایرانیه و اگر ایرانیه چقدر ایرانیه؟ من صفحان عقیده خودم رو میدم توی این قضیه ایزدای ایرانی، هندو ایرانی در واقع سه طبقه وجود داشت، سه طبقه داشتن وقتی که هندو آریایی ها به منطقه ایران سرازیر میشن یه تعدادشون که ایران میمونن، یه تعدادشون میرن هند اینا اون موقع به سه طبقه از خداها باور داشتن که صحبت هست که منطبق بوده با سه طبقه اجتماعیشون طبقه اول فرمانرواها و یعنی خدایان فرمانروا و روحانی بود، اهورها طبقه دوم دعوها که کلمه دیو ما و دیو در فرانسه بهش مربوطه خدایان جنگجو، جنگنده و ارتشدار بودن و طبقه سوم بیشتر خدایان برکت بخش بودن این سه طبقه بودن خداها وقتی که وارد میشن به منطقه ایران خب منطقه ایران اون موقع یک منطقه بی آب و علفی نبوده منطقه بوده تحت نفوذ تمدن بسیار غنی مربوط به بین‌النهرین و تمدنی بوده با سابقه خیلی قوی تر و شهرهایی داشتن، خدایانی داشتن و اصول‌نوایی داشتن و این هندو ایرانیان بودن که اون لحظه میگیری میشه گفت کوچ کرده بودن و در درجه پایین‌تری بودن به نسبت اینها و طبعا بین اینها وامگیری فرهنگی میشه یعنی کلی چیزها رو اونها به اینها میدن، کلی چیزها رو اونها به اینها میدن توی منطقه به یک شکل نمیتونم بگم دوالیسم یا سنویت ولی خدایانی که توی منطقه وجود داشت خدایانی بودن که دو ورژن خوب و بد داشتن یعنی خدایان منطقه بین النهرین در این که ممکن بود خیلی کارهای خوبی انجام بدن ولی میتونستن خیلی هم ترسناک بشن و کارهای وحشتناک هم انجام بدن و همین دلیل مردم شهرها مثلا بابل یا بابل شهرها دائم مشغول ستایش این خداها و قربانی داده کردن و هم با اقسام تلسپا و چیزهایی بودن برای اینکه خودشونو از این خدایان از ضرر در واقع صدمه خدایان دور کنن به اضافه اینکه یه سری خدایان منفی هم وجود داشتن مثل خدای طاعون یا امثال اون این دوالیسم حالا به هر شکلی و به چه شکلی تاثیر میذاره روی این سه طبقه بودن خدایان ایرانی که این خدایان ایرانی سه طبقه بودنش به خدایان هندو اروپایی مربوط میشه یعنی ما هم ریشه هستیم با اونها و هندو اروپایی ها اصولا به سه طبقه از خدایان